دوستان عزیزم سلام، خیلی مخلصیم، ارادت داریم خدمتتون. محمدی هستم، مدرس ریاضیات و با طرح 20 در خدمت شما هستیم. ما تصمیم گرفتیم که در طرح 20 برای شما 12 ها هم در واقع ویدیوهایی رو آماده بکنیم و نمونه سوالات امتحانات نهایی خرداد 99 و 1400 رو براتون حل بکنیم، اما یه کار ویژه کردیم که هیچ جا نمیبینید. ما اومدیم قبل از هر سوال نکات مورد نیاز برای حل اون سوال رو کامل براتون شرح دادیم. هیچ جا همچین چیزی رو نمیبینید. هر جایی که هستن یا اومدن درسنامه جدا براتون گذاشتن کامل، برید درسنامه رو بخونید که خودتون جزوه دارید، نیازی به اون ندارید دیگه. یا اومدن پاسخ سوالات امتحان نهایی رو گذاشتن که خیلی راحت همه جا میتونید پیداش کنید و این به دردتون نمیخوره، چون اگر به مشکلی بخوری نمیدونی که در... یا مثلا اینجوری بگم بهت، اگر سوالی یه ذره تغییر بده نمیتونی حلش بکنی. ما اومدیم سعی کردیم که یک مقدار نکاتمون رو هم بازتر بگیم که اگر مثلا اون سوال یه ذره تغییر کرد و شبیهش اومد قطعی بتونی اونو پاسخ بدی کامل. پس این کار ویژه‌ای بود که ما در طرح 20 برای شما انجام دادیم و در این ویدیو برای حسابانی‌های عزیزم میخوام نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد 1400 رو حل بکنم. فقط یه نکته، این طرح جمع‌بندیه، طرح تدریس کامل نیست. از اونجایی که یهو همه چی حضوری شد و بعد از دو سال و نیم کرونا یهو افتادیم داخل همچین مسیری که همه چی باید حضوری بشه و خیلی عجله‌ای شده، ما وقت برای توضیح همه چیز نداشتیم. اما خیالتون راحت باشه، فعلا امتحانات نهاییتون رو به بهترین نحو بگذرونید. ما کمکمون این بود که این امتحانا رو به بهترین نحو بگذرونیم. تو پکیج بعدی و به خصوص تو پروژت من همه چی بهت گفتم، یعنی برای کنکور هر آن چه که نیاز داری رو من کامل شکافتم و تستی نیست که نتونی بزنی و موفق ترین فرد میتونی باشی اگر ما رو دنبال بکنی. خودت متوجه میشی که سبک کار ما به چه شکل خواهد بود. دوستان بریم سراغ کار. من قبل از هر سوال اومدم نکات طلایی که واسه اون سوال نیاز داریم رو شرح دادم. برای مثال در مورد توابع صعودی نزولی، اکیدن صعودی، اکیدن نزولی، اومدم نمودار کشیدم، مثال زدم برات. خوب نگاه کن، اکیدن صعودی و اکیدن نزولی چیه؟ داره کاملا تأکید میکنه که همه جای این منحنی باید صعودی باشه یا باید نزولی باشه. هیچ جایی پیدا نمیکنم که دوتا نقطه عرض برابر داشته باشن، یعنی دوتا ایکس مختلف من بدم دو تا ایگرگ برابر بگیرم. یعنی به عبارتی ایکس یک اگر از ایکس دو کوچیکتر باشه، اف ایکس یک قطعا کوچیکتر از اف ایکس دوه. محاله که اینجا یه حالت مساوی هم داشته باشه. برای اینجا هم همینطور. ببین صعودی و نزولی رو اول بهت بگم، از سمت چپ به راست از ایکس های کم به زیاد که میریم، مقدار ایگرگمون یا همون اف ایکسمون زیاد میشه، میشه صعودی، کاهش پیدا میکنه میشه نزولی. خب حالا چون اینجا تأکید داره که فقط صعودیه، تأکیدش رو صعودیه، هیچ دو نقطه ای رو پیدا نمیکنم که ایگرگی برابر داشته باشن، پس بهش میگم اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی. اما اینجا نگاه کن، خب ببین من الان تو این تیکه نقاطی دارم روی ایکس که اف ایکس هاشون با هم برابره، پس در اینجا هم همینطور. اینجا نگاه کن، اف ایکس هاشون یا ارزاشون با هم برابره. به اینا دیگه اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی نمیگیم. و دقت کرده باشی یه دونه مساوی هم داریم، یعنی می‌نویسیم کوچکتر مساوی یا بزرگتر مساوی. چرا؟ چون ممکنه نقاطی هم داشته باشن که تابع در اونجا ثابت باشه و تابع ثابت هم صعودی هم نزولی، هیچ مشکلی هم نداره. پس در واقع تابع ثابته رو ما صعودی در نظر، وقتی کل تابم صعودیه یه تیکش ثابته اون رو هم صعودی در نظر میگیرم دیگه، ولی نمیگم اکیدن صعودی. یادت باشه توی این اگر از کل این بازه بخوام صحبت کنم نمیتونم بگم کلش اکیدن صعودیه، شاید در مورد یه تیکه خاص بتونم بگم ولی کلش رو نمیتونم بگم، چون این تیکه تابع من ثابت شده و حالت مساوی پیدا کرده عرض نقاطش. نکته خوب گوش رو میبچیدم، به تابعی که در یک مجموعه اکیدن صعودی و یا اکیدن نزولی باشه بهش میگیم اکیدن
یک نوا. به همین ترتیب به تابعی که در یک مجموعه صعودی و یا نزولی باشه میگیم یک نوا. فرق چی بود؟ این گفت صعودی نزولی یک نوا، این گفت اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی اکیدن یک نوا. ما کلن بحث صعودی و نزولی رو بهش میگیم یک نوایی، اما وقتی بحث اکیدن صعودی و اکیدن نزولی پیدا شد یه اکیدن هم پشت یک نوایی بذار. این جمله به دردت میخوره چون ممکنه به صورت جاخالی تو امتحانت بیاد. دوستان عزیزم ممکنه که سوالات در سال در واقع برای سال بعدی هم تکرار بشه، یعنی مثلا امسال یه سوال اومده شبیه به هشت سال بعدی بیاد مثلا با یکم تفاوت، یا اینم همونو برداره بیاره یا از دو سال قبل برداره بیاره یا شهریور برداره بیاره. پس شما نمونه سوالات امتحان نهایی رو باید کار کنی، این خیلی میتونه بهت کمک کنه. و اما تانژانت و کوتانژانت برات نمودارشو کامل آوردم که اینجا برات بررسیش کنم. خوب گوش کن، خوب گوش کن. این تانژانت منه، من اینو پررنگش میکنم. خب این محور x و y من هست، این x، این y. ببین تانژانت داره چطور تغییر میکنه. یک سری خط داریم که در آینده نزدیک بهتون میگیم اینا چی هن، اینا یک سری مجانب هستن که منحنی تابع من هیچ وقت با اینا برخورد نمیکنه، فقط بهش نزدیک میشه. تا بی نهایت انقدر نزدیک 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 میشه ولی هیچ وقت بهش برخورد نمیکنه. بعضی جاها میگن که در بی نهایت برخورد میکنه، که ما خبری از بی نهایت نداریم پس قطعی نمیتونیم صحبت بکنیم. خب تانژانت بین منفی پی دوم تا پی دوم داره تغییر میکنه و همین داستان دوباره ادامه داره. ببین همین داستان دوباره ادامه داره. اینجا طول این قسمت پی هست، دوباره پی تا میره این ورتر داره تکرار میشه، دوباره داره تکرار میشه، دوباره داره تکرار میشه، همینجور داره تکرار میشه. تیکه اول داشته باش. خب در پی دوم تانژانت من مقدارش چقدر میشه؟ میشه بی نهایت، تعریف نشده. پس دامنه من چی میشه؟ نقطه پی دوم با منفی پی دوم حق ندارم بهش بدم چون اینجا میشه منفی بی نهایت. پس در تانژانت چون جواب در اون قسمت میشه بی نهایت، و بذار اینجوری بهت بگم تانژانت یعنی سینوس بر روی کوسینوس، در نقطه پی دوم و منفی پی دوم مخرج من داره صفر میشه. یادت باشه قبلا بهت گفته شده در پایه قبلی کسر نباید مخرجش صفر بشه، اگه صفر شد میشه تعریف نشده. واسه همینه که میگیم پی دوم منفی پی دوم اینها نباید به تابع من داده بشن، پس جزئی از دامنه من نیستن. پس دامنه ی تابع تانژانت میشه آرمن های نقاطی که پی دوم داره، مزار به فرد پی دوم هست، میشه کدوما؟ کاپی به علاوه پی دوم. مگه بهت نگفتم این پی تا پی تا داره میره جلوی تکرار میشه؟ خب این نقطه پی دومه، نقطه بعدی که نباید پیدا بشه، نباید به تابع داده بشه، میشه پی به علاوه پی دوم. بعدی دوباره یه پی دیگه اضافه بش میشه، بعدی دوباره یه پی دیگه اضافه میشه، از این ورم میتونه اتفاق بیفته. پس پی تا پی تا داره میره جلو، پس کاپی به علاوه پی دوم باید از آر حذف بشه. اینا رو ما نمیتونیم بهش بدیم. اما بردشی از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت داره تغییر میکنه، اینو همیشه یادت باشه، از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت داره بردش تغییر میکنه. چه ایگرگ هایی رو درگیر کرده؟ آقا هر وقت خواستی برد رو بفهمی منحنی تو بس کن به محور ایگرگ ها. چه ایگرگ هایی رو با محور ایگرگ ها کجا برخورد داشته؟ از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تموم شد. واسه کوتانژانت هم همینه، تنها فرقش چیه؟ یک نمودار اینوری شده، معکوس شده، و دو دیگه مثل این از منفی پی دوم تا پی دوم نیست، از صفر تا پی هست، دوباره از اینجا از پی تا
دو پی هست، اینم پیتا پیتا داره میره جلو. ولی چه نقاطی نباید بهش بدم؟ در نقطه پی شده منفی بی نهایت، در نقطه صفر شده مثبت بی نهایت، در نقطه دو پی شده منفی بی نهایت. پس در نقطه کاپی صفر، یک پی، دو پی، سه پی، چهار پی، پنج پی، شیش پی، تمام کاهای صحیح پی رو، ضریب صحیح پی رو باید از آر حذف کنم، چون اگر اون رو بهش بدم چی تعریف نشده بی نهایت میشه. اما بردشی پازم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت داره ادامه پیدا میکنه که همون مجموعه اعداد حقیقی میشه. یکم خواستم روی مانور بدم در مورد تانژانت کوتانژانت چون کار داریم جلوتر، یکم آشنایی باش داشته باشید. این از این. نکته بعدی، اگر در محاسبات به عدد بر روی صفر حدی برسیم، صفر حدی یعنی یه عدد خیلی کوچولو نزدیک صفر، مثل صفر مثبت، مثل صفر منفی، یه عدد خیلی ریز نزدیک به صفر ولی صفر مطلق نیست، خود صفر نیست، اگر به همچین چیزی برسیم پاسخمون میشه بی نهایت. خوب نگاه کن، اگر عدد من یه عدد غیر صفر باشه، حواستو گوش، حواستو جمع کن، حواستو گوش کن. خب اگر عدد من مثبت باشه و تقسیم بر صفر مثبت بشه، خب اینم یه عدد مثبت، مثلا فرض کن یک هزارم، یک صدم، یه عددی بالاتر از صفر ولی خیلی کوچولو نزدیک به صفر، مثبت تقسیم بر مثبت میشه مثبت بی نهایت، تو مخرج من صفره. ببین هر چه مخرج کوچیک‌تر باشه مقدار کسر من میره بالاتر، مثل این میمونه که من یه سیبو بین پنج نفر تقسیم کنم بیشتر به اون میرسه یا بین یک نفر مثلا تقسیم بشه، کل سیب نیسته به اون یک نفر دیگه، هر چه مخرجی که هست کمتر بشه عدد من بالاتر میره. حالا اگر همین عدد من مثبت باشه اما مخرجش صفر منفی باشه، صفر منفی یعنی مثلا منفی یک صدم، یه عدد منفی خیلی کوچولوه، مثبت در منفی منفی بی نهایت، اینجا هم اینطور، ال من منفی باشه تقسیم بر صفر مثبت باشه، منفی در مثبت منفی، ال من منفیه صفر منفی هم تو مخرج دارم، منفی در منفی مثبت، اینا رو پس حواست باشه. پس مخرج صفر رو جواب میتونه بی نهایت باشه. یه قضیه خیلی مهم هم داریم که اگر در نقطه x مساوی a تابع f من مشتق پذیر باشه، در اون نقطه پیوسته است. این نکات رو من بهت گفتم، هر جا احساس کردی یه چیزی رو متوجه نشدی پاس کن، برگرد به عقب دوباره اون تیکر نگاه کن، وقتشو داری، وقتشو داری، وقتی من دارم اینقدر خوب برات شرح میدم، خب وقت کم هست ولی دارم برات شرح میدم همه چی رو، پس بهتره که خوب گوش کنی یاد بگیری، یاد نگرفتی برگرد عقب دوباره گوش کن. اوکی، هرچند که کامنت هم رو میتونی بذاری سوال بپرسی. بریم سراغ سوال یک. جاهای خالی رو با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. سوالی که تو معمولا اینجوریه، الف به تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا نزولی باشه چی میش میگیم؟ حرفی از اکیدن صعودی یا اکیدن نزولی نزده، پس میشه یک نوا. برد تابع تانژانت، تانژانت از کجا تا کجا ایگرگاش تغییر میکرد؟ آر بود دیگه، مجموع عدد حقیقی، منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت، جفتشو بذاری قبوله. قسمت پ با توجه به شکل حد تابع اف ایکس رو در نقطه ایکس مساوی صفر بررسی کن. خب حد تابع اف ایکس رو میخوام بررسی کنم، یعنی که هم حد راست رو بررسی کنم هم حد چپ رو. حد راست یعنی چی؟ یعنی ایکس رو سمت صفر مثبت، از مقادیر بیشتر از صفر به صفر برسه. خب صفر مثبت بزن اینجا. اول از همه چیز بزن اینو بهت بگم، وقتی قدر مطلق داری ریشه داخل اینو در بیار، یعنی داخل این هر چی که هست تو مساوی صفر بذار. خب فقط یه x بود مساوی صفر گذاشتم، از صفر بهش بیشتر بدم به عنوان ورودی میشه مثبت داخل قدر مطلق هم و هیچ مشکلی نداریم، همونجوری میاد بیرون. از صفر کمتر بهش بدم داخل قدر مطلق هم میشه منفی، قدر مطلق اجازه نمیده عدد منفی بیرون بیاد، قرینش میکنه، مثبتش میکنه، بعد میده بیرون. خب وقتی به سمت صفر مثبت بره ایکس من، خب داخلش یه عدد مثبته، بس همونجوری میتونه بیاد بیرون، میشه چند؟ مثبت برای مثبت مثبت، صفر و مخرج مثبت بی نهایت. بریم سراغ اینکی،
صفر منفی یعنی عدد منفی کوچولو. خب عدد منفی و قدر مطلق چیکارش بکنه؟ قرینش بکنه میده بیرون که مثبت بشه بده بیرون. باز هم شد مثبت بیرون. وقتی حد چپ با حد راست برابر شد میگیم تابمون حد داره و مثلا حدش فلانه. در کل هرچند که زمانی ما از داشتن حد صحبت میکنیم که جوابمون یک عدد بشه، اما ما چون خوندیم در مباحثمون که حد بی نهایت هم داریم، یعنی مقدار حد اون بی نهایت بشه و این یکی از مدل های اون هست، پس هیچ مشکلی نداره. در کل من میتونم بگم آقا حدم وقتی x به سمت صفر داره میره مثبت بی نهایته. حالا از روی شکل اصلا بگیم، از روی شکل بدونیم که بخوایم یه چی بنویسیم. نگاه کن، صفر مثبت تابع من داره میره مثبت به سمت مثبت بی نهایت. ایگرگاشو هم بررسی کنم دیگه. صفر منفی تابع من داره میره به سمت مثبت بی نهایت. از روی شکل هم همینجا یه راست میتونستی بگی. پس لیمیت fx x به سمت صفر میشه مثبت بی نهایت. از روی شکل تمام. اگر تابع f در x مساوی a مشتق پذیر باشه چی گفتیم؟ پیوسته. میتونه پیوسته باشه. پس اگر تابع f در x مساوی a مشتق پذیر باشه، در a پیوسته است. نکات طلایی سوال دو. اول بریم سراغ سوال، ببینید چیا از همون پرسیده چی میخواد. سبک دوم درستی یا نادرستی مشخص کردنه، یعنی چهار تا گزینه چهار تا قسمت سوال بهت داده، گفته درستی اینها رو یا نادرستیشون رو به ما بگو. خب اولی در مورد چی داره صحبت میکنه؟ اگر تابع f در هر نقطه اکسترموم نسبی مشتق پذیر باشه، آنگاه مشتق تابع f در این نقاط صفر میشه. وقتی من بدونم که تابم تو اون نقطه اکسترموم نسبی داره و تابم تو اون نقطه مشتق پذیره، دوستان مشتق تابع در این نقاط صفر میشه. اگر این نقطه x مساوی a باشه، میتونم بگم f پریم a، یعنی f پریم مشتقش رو به دست بیارم، a رو داخلش جایگزین کنم، میشه صفر. پس این درسته. تابع سعودی اکید نقطه عطف نداره. خب بریم بالا ببین، من برای اینکه یک نقطه عطف باشه برات نکتهشو آوردم، شروط لازمشو برات آوردم. وقتی میگه سعودی اکید باشه، شرط کافی برای من نیست که من متوجه شم این نقطه عطف داره یا نداره، نمیتونم تصمیم گیری کنم. پس قسمت ب برای من یک چیز نادرسته. گرفتی چی شد؟ من شروط لازم نداشتم که بخوام تصمیم گیری کنم آقا این نقطه عطف هست یا نیست، فهم در مورد یک نواحی صحبت کرده، پس به درد من نمیخوره. یک سری نکات دیگه هم براتون آوردم، الان نگاه کن. مثلا نکته‌ای که برای قسمت الف استفاده کردیم، اگر x مساوی a طول نقطه x ترموم نسبی تابع f باشه و f فریم هم در نقطه وجود باشه، یعنی به عبارتی مشتق پذیر باشه، میتونیم بگیم فیلم آ صفر. دو تا نکته دیگه هم برات آوردم، دو تا نکته دیگه هم آوردم حتما بخونش. در حالت کلی از اف پریم آ مساوی صفر، یعنی این که مشتق تابع تو نقطه آ مساوی صفر باشه، نمیتونم نتیجه بگیرم که این اکسترموم نسبیه. پس اینو من برات آوردم که اگه شبیهش رو تو امتحان دیدی بتونی جواب بدی بگی درسته یا نادرسته. یکی دیگه هم آوردم، در حالت کلی اگر x مساوی a طول x ترموم نسبی f باشه، نمیتونم نتیجه بگیرم که f فریم مساوی صفره. ای چه فرقی با بالایی داشت با یک؟ تو همین الان به من گفتی، یعنی نظر تو اینه دیگه، میگه همین الان به من گفتی که مشتقش مساوی صفر میشه. فرقش با بالایی نگاه کن، بالایی میگفت x مساوی a x ترموم باشه، اف پریم هم موجود باشه، یعنی تابع من تو اون نقطه مشتق پذیر باشه، ولی اینجا فقط گفته طول اکسترموم نسبی باشه. این واسه من کافی نیست، من نمیدونم مشتق پذیره یا نه. اگه مشتق پذیر نبود چی؟ پس واسه همین نمیتونم نتیجه بگیرم. اگر حالت یک رو کامل دیدی،
گفت اکستمم نسبیه، مشتق هم موجوده، اون وقت میتونم بگم مشتق تو نقطه صفر. الف و به او جواب دادیم. اینم که شروط لازمش رو براتون نوشتم، بیایم سراغ قسمت بعدی. بعد دوباره میریم اون سوال، رابطه مشتق و یک نوایی. فرض کنید تابع F در یک بازه تعریف شده و X1 و X2 هم دو عضو دلخواه در همون بازه هستن، یعنی به عبارتی در دامنش هستن، مجازیم بررسیشون کنیم. در این صورت خوب نگاه کن، چهار تا حالت برات آوردم. تابع F در بازه I سعودی اکید هرگاه، تابع F در بازه I سعودی هرگاه. فرقشون دیدی؟ دوباره دارم روش تاکید میکنم و این سودی اکیده، یعنی دوتا نقطه برابر پیدا نمیکنم، یعنی دوتا نقطه با عرض برابر پیدا نمیکنم، دوتا ایکس مختلف بدم عرض برابر بگیرم، هر چیزی تو سودی اکیده همین تاکید داره، ولی تو سودی ممکنه برابر باشه. واسه همین مستاد گذاشتم نزولی و نزولی اکید هم به همین شکله و در تابع ثابت هم که دوتا ایکس مختلف دارم میدم دوتا ایکس برابر میگیرم که هم سودی هم نزولی. اما بریم سراغ قسمت ب. اگر علامت اف پریم بر بازه ای منفی باشه، آنگاه تابع اف بر آن بازه اکیداً نزولیه. بچه ها اف پریم بر یک بازه منفی باشه یعنی چی؟ اف پریم چیه؟ مشتق چیه؟ شیب خط مماست. داره میگه تو یه نقطه ای یا تو یه بازه ای، اصلا در نظر بگیم تو هر نقطه از یه بازه، یه بازه رو در نظر بگیر از دو تا چهار، تو هر نقطه از این بازه مشتقه، در واقع شیب خط مماس رو اندازه گیری کنم یا مشتق رو اندازه گیری کنم مقدار منفی بهم میده، یعنی شیب خط مماس من منفیه، شیب خط من در اون نقطه فقط منفیه. خب وقتی شیب خط من منفی باشه این چی رو میتونه من نشون بده؟ شیب خط توی بازه منفیه، شیب خط رو چجوری نشون میدم توی نقطه؟ مماس 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 مماس، همشون شیبشون منفی. این درست، اینو هم من اینجا بنویسم یادمون نره. و اما در آخری، در نقطه عطف علامت افزگوند یعنی مشتق دوم تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل این تغییر من داره جهتش عوض میشه، این وری بوده حالا داره میشه این وری، در این نقطه داره تغییر جهت میده. پس این هم درست. سعی کنید قسمت های تعریفی کتابتون رو خوب بخونید، قسمت های تعریفی کتابتون که با هایلایت آبی هست اون قسمت ها رو سعی کنید خیلی خوب بخونید. و اما بریم سراغ نکات طلایی سوال 3. ببین چون از سینوس و کوسینوس صحبت کرده و از نمودارشون حرف زده، من اومدم نمودار جفتشو برات رسم کردم که جفتشو همزمان ببین. خوب نگاه کن، ایگرگ مساوی سینوس ایکس در بازه 0 تا 2 پی میخوام رسمش کنم. خوب گوش کن، 0 رو بهش میگم پی دوم بهش میدم پی، سه پی دوم دو پی. چقدر بردم شلو از صفر تا دو پی؟ پی دوم پی دوم بردم شلو. الان خودت تو ورق اینا رو یکی یکی با پی دوم جمع کنی به همین مقدارا میرسی. از صفر شروع کن، صفر علاوه پی دوم میشه پی دوم علاوه پی دوم میشه پی، پی علاوه پی دوم میشه همین، اینم علاوه پی دوم میشه دو پی. پس یعنی در این نقاط، نقاط رو به خاطر بسپر، ما مقدار رو در میاریم. تو یه جدولی داشتی، جدول سینوس و کوسینوس، حالا احتمالاً آخر جزوات قرارش میدم آخر این پی دی اف بعدیمون که اونها رو هم حفظ کنی. تو دیگه سینوس 0 درجه 30 درجه 45 درجه رو باید حفظ باشی، این قضیه مال دهمه. ولی محض اطمینان در پایان پی دی اف بعدیمون، یعنی نمونه سوال بعدی رو که حل کردیم براتون قرارش میدم حفظش کنید. دوستان سینوس 0 درجه میشه 0. کار دیگه هم البته میتونیم بکنیم،
دایره مثلثاتی. البته من پیشنهاد میکنم که اگر وقت کردی یا روی موضوع مثلثات خیلی استرس داشتی، برو سراغ طرح 20 دوره 10 11 من، برو اونجا ببین من چه قوقایی به پا کردم تو بحث مثلثات و تابع. اونا رو هم بخون که یاد بگیری، جزوش هم هست. همه چی رو تکمیل کن، برو بتره کن. ببین یه دایره مثلثاتی در نظر بگیر، ایکس ها همون کوسینوس هاست، ایگرگ ها همون سینوس هاست، صفر درجه، پی دوم، پی رادیان، سه پی دوم، دو پی. آقا تو صفر محور کوسینوس هم یکه، ولی سینوس هم که ایگرگی باشه صفره. ببین الان در مورد ایگرگ مساوی سینوس داریم صحبت میکنیم. توی صفر درجه، صفر درجه اینجاست، مقدار ایگرگ من چقدره که سینوس باشه؟ صفر. توی پی دوم مقدار ایگرگ من چقدره؟ یکه. ایگرگ همون سینوسه. توی پی چقدره مقدار ایگرگ من؟ صفره. توی سه پی دوم چی مقدار ایگرگ من؟ منفی یکه. میبینی به همین شکل میتونی حساب کنی. همینطور برای ایگرگ مساوی کوسینوس ایکس، این رو هم از همینجا میتونی حساب کنی. زوایا که هموناست، زوایا بر حسب رادیان همونا رو نوشتم. فقط بیا اینجا آقا، توی صفر درجه کوسینوس که ایکس باشه چقدره؟ یک. شعاع دایره مثلثاتی من یکه دیگه، به شعاع یک واحد داره میچرخه. یک یک منفی یک منفی یک، مختصاتش رو دارم می‌نویسم. توی پی دوم ایکس من چقدره؟ صفر. همون کوسینوس دوباره که صفره. توی پی، پی رادیان، کوسینوس چقدره؟ ایکس من چقدره؟ منفی یک. تمام شد رفت. برو نقاط تو پیدا کن، دونه بدونه هر دوتا از این نقاط، هر دوتا مقدار داره یک نقطه رو نشون میده. ایکس ایگرگ، ایکس ایگرگ، ایکس ایگرگ، نقاط رو معلوم کن. اینجا 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 نقاطتو معلوم کن. این این دیگه، این و این. به همین شکل میتونی تابع ایگرگ مساوی سینوس و کوسینوس رو رسم کنی. حالا به چه درد من میخوره؟ تو اینو باید بلد باشی رسمش کنی که بری سوالای دیگر رو از طریق این رسم کنی. مثلا چه سوالایی؟ ممکنه سوال بتوی که ایگرگ مساوی کوسینوس ایکس منای پی چهارم رسم کن. تو نیازی نداری بهش نقطه بدی، تو همونو بلد باش رسم کن. کوسینوس تو ایگرگ مساوی کوسینوس ایکس رو بلد باش رسم کنی، بقیه‌اش حل میشه. به چه شکل؟ برات انتقال رو آوردم، یعنی فرض کردم که تو از دهم یازدهم در مورد انتقال هیچی نمیدونی. اگر یک تابعی داشته باشم و جنسش رو بدونم، مثلا بدونم جنس تابع من کوسینوسه، پس اف ایکس مساوی کوسینوس ایکس رو به عنوان مرجع در نظر بگیرم، از طریق این میتونم بقیه توابع رو رسم کنم. مثلا اگر ایگرگ مساوی اف ایکس منهای کار داشته باشم، کامی عدد مثبت رو این در نظر داشته باشم. اگر اف ایکس منهای دو داشته باشم، مثلا اف ایکس منهای کار اصخایی میکنم، مثلا اف ایکس منهای دو، اف ایکس منهای سه، یه همچی چیزی داشته باشم، کافی همین نمودار تابع مرجعم، همین نمودار رو تک تک نقاطش رو کا واحد به سمت راست انتقال بدم. اگر ایکس منهای کا بود، کا واحد به راست داخل پرانتز با خود ایکس باید جمع شده باشه. اینجوری نباشه، اینجوری بود کا واحد ببرش بالا تک تک نقاط. یه بار دیگه، این دوتا با هم فرق میکنن. یک، اینجا داره با ایکس جمع و تفریق میشه داخل پرانتز. دو، اینجا داره بیرون از ایکس مقدار ایگرکاش داره جمع تفریق میشه. سه، این اگه منفی باشه میره سمت راست، به سمت مثبت ها حرکت میکنه، ولی این اگه مثبت باشه میره بالا، منفی باشه میاد پایین. پس این با این فرق میکنه، این عادی و نرماله، این مشکلی نداره. مثبت بود میره بالا، منفی بود میاد پایین. ولی این برعکس، خلاف جهته. منفی بود میره راست، مثبت بود میاد چپ. پس اگر این بود مثلا به علاوه دو، دو باید میبردمش چپ، منهای دو، دو باید میبرمش راست. و اما برای رسم نمودار کا اف ایکس، چی داره کا برابر میشه؟ اف ایکس مگه همون ایگرگه نبود؟ عرض نمیداد به من مگه؟
عرض تمام نقاطم رو به ایکساش دست نمیزنم. مثلا تو نقطه ایکس مساوی 2 عرضم 2 بوده، تو همون نقطه ایکس مساوی 2 عرضم رو کا برابر میکنم، حالا بالا بره یا پایین بیاد، 2 برابر، 3 برابر، 1 دوم برابر، 1 چهارم برابر، هر چی که بود. اما اگر کا ضریب ایکس بود، در هر نقطه‌ای که داشتم ایگرگ رو همونو نگه میدارم، ایکسشه که داره تغییر میکنه، اینجا داره ایکس ضریب میگیره. و یادت باشه بازم ایکس نخالص، یعنی اینجا ایگرگای من داشت کا برابر میشد، اما اینجا دیگه ایکس کا برابر نمیشه، باز نخالص، خلافش رو انجام میدیم. یک کامه برابرش بکنیم یا تقسیم بر کاهش میکنیم. مثلا اگه بود اف 2x ارزت طول تمام نقاطش رو تقسیم بر 2 میکنم، ضرب نمیکنم، در صورتی که اگر اینجا بود ارزا رو 2 برابر میکردم، همون چیزی که میدیدم. این از این دو تا نکته هم اضافه کن اینجا، اگر y مساوی منفی f x رو داشته باشم، خب یعنی ارز تمام نقاط من باید قرینه بشه نسبت به محور x ها. مثلا اگه تابع من اینجوری بود، حالا میشه اینجوری، ایگرگ مساوی اف منفی ایکس چی؟ طولشون یا ایکس هاشون قرینه میشه نسبت به محور ایگرگ ها. اینجوری باشه، حالا میشه این بری، مثلا اینجا 2 بوده حالا شده منفی 2. این هم از این. بریم سراغ سوال 3. نمودار تابع y مساوی کوسینوس x منهای پی 4 رو گفته به کمک نمودار y مساوی کوسینوس x در باز 0 تا 2 پی رسمش کن. خودش داره میگه جنس تابع چیه، نمیگفتم خودت بعد روی میفهمیدی کوسینوس دیگه. خب پس در واقع این همون fx منه. این چیو داره به من میگه؟ fx منهای پی 4، یعنی نمودار y مساوی fx رو، y مساوی کوسینوس x رو پی 4 به کجا ببر؟ چون داخل xه و منفی هست ببر راست. گفتیم با x وقتی داریم کار میکنیم خلاف y ها، y نرمال بود، این قاطی داره خلافش رو باید انجام بدیم، پی 4 ببرش به راست. نمودار y مساوی کوسینوس x رو دیگه بلدیم، نقطه یابیشو کامل بنویس، 0 پی دوم مقداراشو بنویس اینجا، همینجور ادامه بده تا 2 پی. اوکی، بعد میبینیم چی کار میکنیم. نمودار کوسینوس همون اینجوریه، یک بار دیگه دقیق تر به شکل تر، در نقطه صفر، در x صفر y یک داره، اینهاش اینجا صفر، در پی دوم y صفر داره، اینجا پی دومه، اینجا پی هست، اینجا سه پی دوم، اینجا هم دو پی. یه کار دیگه میتونی بکنی، میخوای پی 4 روم انتقالش بدی به راست، پس یعنی تک تک نقاط با پی 4 روم بره جلوتر، همشون رو تبدیل کن به مخرج 4، خیلی کارت راحت تر میشه. این بخواد تبدیل بشه به مخرجش 4، یعنی مخرجش باید ضرب در 2 بشه، صورتش هم باید ضرب در 2 کنیم که کسرا به هم نریزه دیگه، میشه 2 پی 4 روم. اینجا چند میشه؟ اینجا میشه 4 پی 4 روم. اینجا مخرج ضرب در 2 شه، صورت هم ضرب در 2 میشه، 6 پی 4 روم. و اینجا هم میشه 8 پی 4 روم. خب خب نشد، خواستم اون تیکه رو درست کنم که نمیشه. بریم با رنگ بنفش نمودارمون بکشیم. تیکه به تیکه نمودار من باید پی 4 رو بیاد جلو. آقا این نقطه x 0ه. ببین x رو کار داره، y رو دست نمیزنی ها.
بیگریگ هم الان اینجا یک رو یک باقی میمونه، پی چهار روم میارم شورده. این از صفر تا پی دو پی چهار رومه. خب پی چهار روم میشه نصفش دیگه. بیا تا اینجا ایگریگشو دست نمیزنم. این نقطه دو پی چهار رومه، یه پی چهار رومش اضافه کنم میشه سه پی چهار روم، میاد وسط این. این خود این نقطه چهار پی چهارم بود، یکی بیاد جلوتر یه پی چهارم به جلوتر میشه پنج پی چهارم، میاد اینجا وسط این دوتا. این هم به همین شکل پی چهارم میاد این ورتر، این هم به همین شکل پی چهارم میاد اینجا. هشت پی چهارم اضافه پی چهارم میشه نه پی چهارم. شیش پی چهارم به علاوه پی چهارم میشه هفت پی چهارم. و بنفش کشیدم که کامل ببینیم. خب در واقع به این شکل میشه. پی چهارم نمودارشو به سمت راست انتقال دادم. تمام شد. بریم سراغ سوال بعدیمون. با رسم نمودار تعیین کنید تابه در چه بازه‌ای اکیداً صعودیه، در چه بازه‌ای هم اکیداً نزولیه. دیدی چقدر خوب شد که من در مورد اکیداً صعودی اکیداً نزولی وقت گذاشتم اول ویدیو با صحبت کردم؟ به دردمون خورد. بریم رسمش کنیم. ببین تابه x2 در حالت عادی چیه؟ رسمشو بلدی دیگه. یه هم شکلی داره. فقط حواست باشه اینجا از 1 و 1 می‌گذره، اینجا هم از منفی یک و یک میگذره. سه تا نقطهشو بلد باشین هم صفر صفر. این از این کدوم قسمتشو میخوام؟ ایکس های بزرگتر مساوی صفرشو میخوام. پس از صفر بسته تا مثبت بی نهایتش رو میخوام. من بیام ایکس و ایگره هم بذارم اینجا. پس این صفر و صفر، این هم یک و یک تا مثبت بی نهایت ادامه داره. انحنا داره، خط راست نیست، یادت که نرفته. و اما بریم سراغ منفی سه ایکس. من نمودارشون رو دارم جدا برات میکشم که بتونم بهت بگم کدوم قسمتاشون رو میخوام. الان پس من از این کل این نمودار دامنش محدود شده بود. ایکس های بزرگتر مساوی صفر رو میخواستم، یعنی کجا رو میخواستم؟ این تیکر رو خواستم. توپو را یادت نره، از اینجا به بعد رو خواستم. ایکس های بزرگتری هم سمیزه که کشیدمش. اما بریم سراغ منفی سه ایکس. واسه خط و درجه یک ما میتونیم چیکار کنیم؟ بهش مقدار بدیم ایکس ایگرگ، بهش بدم صفر، صفر ضرب در منفی سه میشه صفر، بهش بدم منفی یک، یا بهش بدم یک، مقدار ایگرگشو میگیرم خطامتون راحت رسمش کنم. بهش میدم منفی یک، منفی یک ضرب در منفی سه میشه مثبت سه. ببین صفر و یک در اگه سختته همیشه صفر و یک بهش بده، یه دونه صفرش بده یه دونه یک. ولی حالا من چون دیدم این منفیه گفتم این منفی یک بهش بدم مقدار ایگرگم مثبت بشه راحت تر باشم. منفی یک بهش بدم میشه مثبت سه. دو تا نقطه دارم واسه کشیدن خطم، یکی صفر و صفره، و یه رنگ دیگه بکشم معلوم بشه، یکیش صفر و صفره، یکی هم منفی یک و سه هست. چرا یه بار دیگه بگیم چرا من منفی یک رو بهش دادم؟ یک منفی در منفی مثبت میشد، یه مقدار دیگه مثبت بهم میداد راحت تر بودم. دو یه موضوع مهمتر، ابتدا و انتهای بازم هم بود، سعی کن بیشتر با ابتدا و انتهای بازت کار کنی. ایکس های من باید بین منفی یک و صفر باشن، خود صفر و خود منفی یک هم نه، یعنی تو این نقاط تو خالی هن. اگه مساوی داشته باشه تو پر میشه مثل این، در این نقاط تو خالی هن. من صفر و منفی یک رو میدم، این خیلی راحت تر شد، مقدارشون هم به دست آوردم. اینا رو به هم رسم به هم وصلشون کنم دقیقا تو همین تیکر من میخوام با یک تفاوت.
تو خالی بین ایکس منفی یک و صفر، بین منفی یک و صفر، خود منفی یک و خود صفر رو شامل نمیشه چون مساوی اینجا زیر علامت هم ندارم. پس این تیکر رو بندازم این رو، چون اینجا تو پر هست، تو خالی این زیاد روش تأثیری نداره. ولی این تیکه تو خالی خواهد بود. در چه بازه‌ای میتونه اکیداً صعودی و در چه بازه‌ای اکیداً نزولی باشه؟ کجا از چپ به راست میرم داره مقدار کم میشه؟ خب از منفی یک باز تا صفر بسته، تا صفر بسته برم، تا به من منحنی من داره نزولی میشه، داره مقدارش کم میشه. پس این میشه اکیداً نزولی. دو تا مقدار، دو تا ایگرگ برابر هم اصلا نمیتونم توش پیدا کنم. از صفر بسته تا مثبت بی نهایت چی؟ اکیداً سعودی داره زیاد میشه. شاید واسه سوال پیش بیاد چرا صفر رو تو جفتش بستم؟ هیچ ایرادی نداره، چون دارم دو تا بازه جداگونه رو بررسی میکنم، یه بار دارم کامل نمورده این صحبت میکنم کجا تا کجا اکیداً نزولیه. خب از اینجا تا اینجا داره مقدار کم میشه و خیلی هم اوکیه، دو تا ایگرگی برابرم ندارم. حالا میرم سراغ قسمت بعدی، از اینجا تا اینجا میتونم بگیرمش اکیداً سعودی داره زیاد میشه، دو تا ایگرگی برابرم نداره. اگر ایگرگی برابر داشت مثلا یه تیکه از تابم مقدارش ثابت شد، یا دو تا نقطه ثابت پیدا کردم با ایگرگی برابر، میگم سعودیه. مثلا خود سوال به مفهوم اکیداً سعودی، اکیداً نزولی، بازه‌هاشو پیدا کردم، این هم تمام. هرچند که از روز ثابت هم میشد هم اول بفهمیم به خاطر شیب منفی که منفی 3x داشت. نکته کلیدی سوال 5، خوب گوش کن، احتمالش خیلی بالاست از اینم سوال داشته باشی و نمره مفته. میگه برای محاسبه باقی مانده تقسیم fx، fx یک چند جمله ای هر چی که میخواد باشه، کاری باش ندارم، برای محاسبه باقی مانده تقسیم fx بر ax به علاوه b، یعنی fx رو دارم تقسیم بر ax به علاوه b میکنم، باقی ماندهش میخوام ببینم چقدر میشه. کافیه که ببینی داری به چی تقسیمش میکنی، ax به علاوه b اینو مساوی صفر بذار، ریشه شو پیدا کن، یعنی x رو تنهاش کن برات بنویسم، ax مساوی b رو ببر اونور منفی b، طرفینو تقسیم بر a کن که x به دست بیاد، x مساوی منفی b بر روی a، این تقسیم بر a آش میپره، این تقسیم بر a میشه منفی b بر روی a. اینو به دست آوردی ریشه شو، باقی مونده چه جوری به دست میاد؟ کافیه بذاریش داخل f، f منفی b a، اینو حسابش کنی، جوابش میشه باقی مانده یا همون آش. برات کامل اینجا شرح دادم، کامل برات توضیحش دادم. الان بریم سراغ سوال، قشنگ نکته رو جدا کردیم، سوال رو جدا کردیم که شما راحت باشی، هر چیزی وقتی پرینتش گرفتی، هر چیزی خواستی موقع ویدیو من توضیح میدم اضافه تر خواستی اضافه کنی بتونی جا داشته باشی. خب باقی مونده تقسیم عبارت های این بر این اصلاحی میکنم، باقی مونده تقسیم عبارت های این و این بر x به علاوه 2، یعنی یه بار اینو تقسیم بر x به علاوه 2 کردم، یه بارم اینو بر x به علاوه 2 تقسیم کردم، باقی مونده جفتشون یکسان شده، یعنی p تقسیم بر x به علاوه 2 یه باقی مانده دو ده مثلا شده r1، q هم تقسیم بر x به علاوه 2 یه باقی مانده شده داده شده r2، این r1 و r2 با هم برابرن. خب باقی مانده رو چجوری به دست می آوردیم؟ دوستان داره بر x به علاوه 2 تقسیم میشه، ریشه شو به دست بیار، x به علاوه 2 رو مساوی 0 بذار. وقتی میگم ریشه شو به دست بیار، یعنی ببین چی عبارت رو 0 میکنه، مساوی 0 اش بذار xش در میاد، 2 رو ببرم اونور میشه منفی 2، قرینه میشه، هر چیزی از یک طرف تساوی بره طرف دیگه قرینه میشه. خب x مساوی منفی 2، واسه اینکه باقی مانده این در تقسیم بر x به علاوه 2 به دست بیاد، کافیه p منفی 2 رو به دست بیارم، و برای این یکی هم کافیه پی کیو منفی 2 رو به دست بیارم، چون جفتشون دارن در x به علاوه 2 تقسیم میشن.
بریم ببینیم چی میشه. پی منفی 2، یعنی به جای ایکس هاش منفی 2 بذارم، میشه منفی 2 به توان 3 به اضافه آ در منفی 2 به اضافه 1. واسه کیو چی میشه؟ میشه 2 برابر منفی 2 به توان 2 منهای منفی 2 به اضافه 1. پی منفی 2 میشه منفی 2 به توان 3 منفی 8. منفیش یادت نره، اگه توان زوج بود منفیش میپرید، ولی توان فرد. 3 بار منفی 2 رو بنویس، هم ضرب کن. آ ضرب در منفی 2 میشه منهای 2 آ به اضافه 1. این از این که حالا البته میتونم مرتبش کنم، میشه منفی 2 آ منفی 8 به علاوه 1 میشه منفی 7. این از این. بریم سراغ کیو منفی 2. کامل بنویس، هیچ عجله ای نکن سر امتحان، همه چیز رو کامل بنویس، هیچ کس از تو ایرادی نمیگیره و وقت هم به اندازه کافی داری، فقط اشتباه ننویس، با دقت چک کن جواب تو، کاملا ریلکس، اصلا استرس نداری که همچین آزمون مسخره ای فوق العاده ساده است در حد کتابه، چی سختی نداره که. کیو منفی 2 چیه؟ منفی 2 به توان 2 توان زوج داره، منفیش میپره. منفی 2 ضرب در منفی 2 چه؟ منفی در منفی مثبت، دو تا هم 4 تا. خب پس جواب این به توان 2 شد 4. یه دونه 2 هم پشتش داره، 4 دو تا 8. اینجا متغیر که مجهول نداشتیم. خب اینجا میشه منفی منفی 2 منفی در منفی مثبت 2. یه مثبت 1 هم دارم. جواب آخرش میشه 8 علاوه 2 10 علاوه 1 11. ببین باقی مانده تقسیم پی بر x علاوه 2 شد این، باقی مانده تقسیم q بر x علاوه 2 هم شد این. ما گفتیم باقی مانده ها برابرن، جفتش باقی مانده هاش یکسان بود. این دوتا رو با هم برابر بذار، منفی 2 منهای 7 مساوی 11، منفی 2 مساویه منفی 7 در اونور میشه مثبت 7 با 11 جمع میشه، میشه 18. طرفین تقسیم بر منفی 2 کن، این میشه آ. سم کار میکنم که ضریب آ بپره دیگه، منفی 2 آ که به درد من نمیخوره مقدارش، آ رو میخوام تقسیم بر منفی 2 کنم میشه آ. 18 هم تقسیم بر منفی 2 میشه مثبت در منفی، منفی 18 هم تقسیم بر 2 9. آ من شد منفی 9. منفیش فراموش نشی که ازت نمره کسر خواهد شد. پس مقدار آ رو از من خواسته بود، اومدم به دستش بودم شد منفی 9. یه بار دیگه فقط سریع مرورش کنم، این بر x به علاوه 2 تقسیم شه، باقی ماندهش میشه ریشه اینو جایگذاری کنم در این پی منفی 2. این بر x به علاوه 2 تقسیم بشه، ریشه اینو داخل این جایگذاری کنم، باقی مانده به دست میاد. چون گفته باقی مانده جفتشون بر این یکسانه، جفت باقی مانده ها رو مساویه هم میذارم و مجهول آی من به دست میاد. بریم سراغ نکته طلایی سوال 6. حالت کلی توابع سینوس کوسینوس به این صورت، بچه اینو یاد بگیر. یه سبک سوال اینجوری داری یا اینو یادش بگیر، خیلی ساده است، خیلی ساده است. یادته که سینوس کوسینوس من چه تغییری میکرد در حالت عادی؟ یعنی ایگرگ مساوی سینوس ایکس چجوری بود؟ اینجا چی بود؟ قله من مثبت 1 بود ایگرگش، اینجا چی بود؟ منفی 1 بود. پس مقدار سینوس بین منفی 1 تا مثبت 1 بود. کوسینوس هم به هم میشکله، پس اینو داره کوسینوس هم در نظر داشته باش. متو کوسینوس اینجا شروع میشد میومد، یکم عقب‌تر بود. ما به اینجا میگیم ماکسیموم، به اینجا میگیم مینیموم. گاهی اوقات ممکنه تابع من انتقال پیدا کرده باشه، عمودی بالا پایین رفته باشه، رو ماکسیموم مینیمومش تاثیر میذاره دیگه. ماکسیموم به این شکل به دست میاد، مینیموم هم آ چیه؟ آ ضریب پشت سینوس و کوسینوس هست، قدر مطلقش، یعنی اصلا اگه آ منفی بود قدر مطلقش میشه مثبت، یادت باشه. قدر مطلق آ به اضافه سی، سی هم این بیرون آ، سی مربوط میشه به انتقال عمودی، همون اف ایکس به علاوه کا، این سی همونه،
بالا پایین رفتن نمودار منه که نمودار بالا بیاد پایین بیاد انتقال پیدا کنه. قدر مطلق آب به علاوه سی میشه ماکسیموم من، یعنی اینجا قدر منفی قدر مطلق آب، منفی موشش یاد نره، منفی قدر مطلق آب به علاوه سی جفت این سی ها مثبت رو یادت باشه، منفی قدر مطلق آب به علاوه سی هم میشه مینیموم من که اینجا هست. این یه نکته. یه نکته دیگه، مقدار سی من که چقدر انتقال عمودی داشته، این سی که اینجا قرار میگیره میشه از این حالت به دست بیاد، احتمالش خیلی زیاده که بیاد ماکسیموم و مینیموم رو بگه، بگه آقا ماکسیموم تابع من انقدره، مینیمومش هم انقدره. تو خیلی راحت میتونی بیای با جمعشون تقسیم بر دو سی رو به دست بیاری، یه تیکه از در واقع تابع سینوس کوسینوس رو تو به دست بیاری. این از این سی رو که به دست آوردی ماکسیموم رو داری، مینیموم هم داری، جایگذاری میکنی آ به دست میاد. سی رو با ماکسیموم رو بذاری آ خودش به دست میاد. این هم از این. و یه قسمت دیگه هم داری، ضریب ایکس رو نگاه کن. ضریب ایکس قدر مطلقش بیاد اینجا دور تناوب من نشون میده. دور تناوب چیه؟ دور تناوب داره نشون میده که تابع سینوسی من یا کوسینوسی من چقدر چقدر داره تکرار میشه. یادت میگفتیم ما صفر تا دو پی رسمش میکنیم؟ خب این تابع ایگرگ مساوی سینوس ایکس، ضریب ایکسش یکه، یکو بذار اینجا دور تناوبش میشه دو پی، یعنی دو پی دو پی داره تکرار میشه. یعنی اگه بخوام ادامهش بدم دوباره این تیکه داره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه، دو پی دو پی داره تکرار میشه. این قدر مطلق بی همینه، ممکنه دور تناوب بت بده بذاری اینجا دو پی هم که داری بی رو اتوش در بیاری بذاری ضریب ایکس. پس هر چیزی که نیاز داشتی اینجا برات آوردمش. گفته ضابطه تابع مثلثاتی سینوس با دوره تناوب 3 از جای فهمم تی مساویه 3 است و مقادیر ماکسیموم 5 و مینیموم 3 رو بنویسید. ماکسیموم و مینیموم دارم چون میتونم به دست بیارم بچه سی مساویه ماکسیموم به اضافه مینیموم تقسیم بر ماکسیموم هم 5 مینیموم هم 3 هست تقسیم بر 8 دوم. ممکنه یه جاهای جواب اینجوری ببینی ها، بیاد از فرمول ماکسیموم مینیموم استفاده کنه، طرف اینو با هم جمع کنه، خب میشه همون ماکسیموم به اضافه مینیموم منف قدر مطلق ها، منهای قدر مطلق ها میپره، این هم میشه دو سی. خب این دوه بیاد زیر این همین فرموله دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. پس اگه دیدی هیچ فرقی با این نمی کنه. در هر صورت من سی هم رو به دست آوردم، پس اینجا فهمیدم سی مساویه 4 دیگه چیکار میتونم بکنم؟ ماکسیموم من چقدره؟ 5. ماکسیموم برابری میکنه با قدر مطلق آب اضافه 3 5 مساویه قدر مطلق آب به اضافه 4. پس در واقع مقدار آب من چقدره؟ ببین این عبارت مثبت اینجا دارم، این قدر مطلق آب هم داره با 4 جمع میشه، چطور ممکنه بیشتر باشه؟ این باید حتما مثبت باشه دیگه. آب من برابر 1، 4 رو بیارم این ور ازش کم کنم 5 منه 4 میشه 1. آی من مقدارش 1 خواهد بود. چیا رو از من خواسته؟ ضابطه رو از من خواسته. خب من مقدار آ رو درآوردم، سی هم درآوردم، یکی دیگه مونده. دور تناوبش مگه به من نگفت 3 هست؟ تو اول از همه چیز آ و سی رو در بیار. تا اینجا مشکلت حل شد. در ادامه بریم سراغ دور تناوب که بهم داده 3. فرمول دور تناوب چی بود؟ 2 پی بر روی قدر مطلق مقدار دور تناوب من چقدره؟ 3 میشه 2 پی برای قدر مطلق. اینا رو میتونی جابجا کنی. حالت طرف این وسط این، مگه طرف این وسط این رو ضرب داری نمیکردی؟ فرق میکنه جای این دو تا رو هم عوض کن. به همین سادگی تابع ما به چه شکل میشه؟ B
ایگرگ مساویه آم چقدر بود؟ یک بذار. یکو معمولا البته ضریب نمیذاریم، یعنی یک برابر وقتی بود من دیگه ضریبش نمیذارم. چه آ برابره سینوس بی ایکس به اضافه دی به اضافه سی. خب من الان چی دارم؟ ایگرگ مساوی آم که یکه، سینوس بیم چنده؟ دو پی سوم ایکس به اضافه سی من چقدر بود؟ چهار. فقط یه نکته یه من اشاره کنم در این قسمت، شما بچه دوازدهمی هستید، من باید حواسم پایه باشه، شما این تیکر رو خوندید بچه ها. اینجا اگر چهار رو بیارم این ور میشه پنج منهای چهار قدر. پنج منهای چهار یعنی یک. قدر مطلق آقا مساوی یک میشه. ببینید بچه ها وقتی قدر مطلق آقا مساوی یک میشه یعنی آی من مثبت یک میتونه باشه یا منفی یک هم میتونه باشه. پس من اگر آم رو منفی یک هم بذارم هیچ مشکلی پیش نمیاد. گرفتی چی شد؟ اون ضابطه رو هم قابل قبول خواهد بود، چون من دقیق نمیدونم الان کدومشه، یا اینه یا اینه. پس با هر کدومش بنویسم ضابطه رو نمرم رو گرفتم. چون بچه دوازدهمی هستید و این موضوع رو باید بدونید، خواستم براتون شرحش بدم. اینم از این. و اما سوال بعدی رو، یعنی سوال هفت بعد رو، برای اینکه یک استراحتی داشته باشید و یهو نخواهیم همه مطالب رو بهتون تدریس کنیم، خواستیم یه استراحتی بهتون بدیم. هرچند که شما هر جا در کل خسته شدین یه پاز بکنید و یه استراحتی داشته باشید. اما خب ادامه مطالب رو در ویدیوی بعدی به شما ارائه می‌کنیم. انشالله که تمام مطالب براتون مفید باشه و امتحان میتره کنید. خیلی مخلصیم، ویدیوی بعدی می‌بینمتون. Oh,